به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیرین جور هستین سعادتمند باشین خب شاگردای عزیز قرار بود که به ما چی کنید کارخانگیر رو روان کنید درست است قرار بود کارخانگی رو به ما روان کنید روان کردین یعنی کار کردین کارخانگی چه طریق روان میکردین خودتون بگین از طریق واتس نمبر چند بود 20964780255413 درست است و اگر کدام سوالی یا کدام مشکلی در حل کارخانگی داشتین میتونین به همین نمبر که برای شما خواندم با ما در ارتباط شوین درست است؟ اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد هم دارین میتونین با ما شریک بسازید درست خب شاگردای عزیز و گرامی فصل دوم هستیم مضمون ریاضی دیگه نه فصل دوم صنف نهم فصل دوم روابط بین دایره و خطوط مستقیم جلسه چندم میشم جلسه چهارم ما و شما از فصل دوم میشه ما و شما قرار است که در درس امروز چه عنوانهایی رو با هم بخوانیم دو عنوان میخوانیم اول چی دایره محاطی و بعد از چی خصوصیات چهار زلی مرسوم به دایره درست است خب اگر یادتان باشد جلسه قبل چی گفتیم دایره محیطی را گفتیم چی است محیطی عالی است دایره محاطی اما فرق هر چی است اگر یادتان باشد جلسه قبل گفتیم محیط یعنی چی یعنی دور تا دور یک شکل میگیم محیط در یک شکل هندسه که داشته باشیم مثلا مربع یا مستطیل فرق نمی کنه دور تا دورش میگه محیط محیط یعنی اطراف یعنی بیرون درست است پس باشد محیط یعنی بیرون دایره محیطی یعنی دایره بیرون باشد و چند ما داخل دایره باشد دایره محیطی اگر تان باشد گفتیم دایره ای که از همه رأس های یک چند ضلعی عبور کند یا رد شود یا بگذرد صحیح با اون دایره محیطی اما دایره محاطی چی دقت کنید شاگردای عزیز محیط یعنی بیرون دایره بیرون باشد. حال اگر دایره داخل یک چندزلی باشد یعنی بر زل‌های چندزلی مماس باشد. با اون میگیم دایره محاطی. اگر دایره محیطی باشد یعنی دایره بیرون باشد و چندزلی داخل باشد با او چندزلی میگیم چندزلی مرسوم یا چندزلی محاطی. محاطی یعنی داخل و محیطی یعنی بیرون. پس فکرت باش همیشه یادتون باشد که از پیشت غلط نشود. پس محیط یعنی بیرون دایره محیطی این یعنی دایره بیرون باشد دایره محاطی یعنی دایره داخل چنزلی باشد چرا رقم شد دیگه اگر دایره بیرون باشد محیطی باشد چنزلی چی میشه چنزلی مرسوم یا محاتی هم بهش گفته میشه مرسوم یا محاتی اگر دایره محاتی باشد یعنی دایره داخل یک چنزلی باشد و بر زلها مماس باشد با او چنزلی چی میگیم چنزلی محیطی چنزلی محیطی است چنزلی بیرون فامدی فهمیدش رقم شد دیگه پس دایره محیطی دایره ای که چی باشد از همه رأس های یک چند بگذرد به اون میگیم دایره محیطی که بیرون چند است و دایره محاطی چی است؟ دایره محاطی دایره ای که بر همه رأس های ببخشید بر همه زل های چند مماس باشد یعنی داخل چی باشد؟ توی یک چند باشد با اون میگیم دایره محاطی و چند که بیرون دایره است با اون میگیم محیطی صحیح فهم چی رقم شد دیگه نه پس محیط یعنی بیرون هر کدام بیرون بود اما محیطی است. هر کدام که داخل بده اون چی میشه محاتی میشه صحیح دیگه فهمید پس میرم سر تخته و ما برات با شک تشریح میکنم که بفهمی دایره محاتی چی است و چند نکته در رابطه با دایره محاتی داریم که سر تخته تشریح میکنیم پس چی است دایره محاتی تعریف میکنیم دایره محاتی دایره ای که دایره محاطی دایره محیطی آتا نست دیگه نه؟ یک دایره محیطی اول من بکشم دایره محیطی چی بود؟ دایره محیطی دایره است که از همه رأس های یک چند زلی عبور کند عنوان مثال این چی هست؟ ای باشد A B C D اول دایره بیرون است بیرون چند زلی است پس دایره محیطی است و چارزلی که ما و شما که داخل دایره است به او میگیم چی مرسوم یا محاطی آفرین پس دایره محیطی و چندزلی محاطی است به جای محاطی کتاب ما و شما چی گفته مرسوم گفته مرسوم هم گفته میشه فرق نمی کنه محاطی یا مرسوم پس چارزلی ما و شما میشه مرسوم یا محاطی دایره چی میشه محیطی دایره بیرون است این که درس قبل بود دیگه نه گفته بودیم که دایره ای که از همه رأس های یک چنزلی بگذرد به او میگیم دایره محیطی خب اگر یادتان باشد در دا دایره محیطی اگر دایره محیطی یک تا مثلثه بکشیم دایره محیطی درس قبل است دایره محیطی یک تا مثلث بکشیم یعنی یک مثلث دلخوا فرق نمی کنه یعنی مثلث دلخواه دایره محیطی است دیگه نه دایره محیطی باشد از همه رأس یک مثلث عبور کرده مرکز دایره مسل... دایره محیطی چی میشد اگر یادتان باشد میشد چی عمود منصفهای سزله مثلث میکشیم امو جایی که همدیگر را قطع میکنه عمو مرکز میشد عمود منصف میفهمین چی است دیگه ما شما اگر یک تا پارخط داشته باشیم پارخط مثلا 4 سانتی متر باشد عمود منصف خطی است که دقیقاً این 4 سانتی متر به دو نیم تقسیم میکنه و زاویه بینش هم عمود است 90 درجه است یعنی دقیقاً از نیم نیم او تر میشه و, و زاویه بینش هم 90 است با اون خط میگیم عمود منصف درست است عمود منصف یعنی زاویه عمود است 90 درجه است و منصف هم است به دو نیم دو نیم مساوی تقسیم میکنه حالا ما و شما اگر بیایم عمود منصف عمود منصف یعنی ست زل یعنی زل زل اول ما و شما وسطش پیدا کو عمود منصفش بکش صحیح زل دوم پیدا که زل دوم وسطش دقیق است اینجا 90 درجه است این هم وسط دقیقا اینجا بکشم زاویه بینش 90 صحیح و زل سوم بکشم دقیقا اینجا میشه عمود است و زاویه بینش 90 است نصف کرده پس دقیقا همین جایی که هم جای دیگه قد میکنه یعنی ای چی است مرکز دایره محیطی ما شماست صحیح این قبلا گفته بودیم نه مرکز دایره محیطی پس چی است نقطه برخورد یا تقاطع عمود منصف های سزل مثلث میشه مرکز دایره محیطی این رو دیگه نه؟ این رو درسای قبل که یادآوری کردیم اما دایره محاتی دایره محاتی چی گفتیم؟ دایره محاتی میگیم دایره ای که بر همه از لا چنزل زلی چی باشد؟ مماس باشد یعنی دایره داخل چنزلی میفته عنوان مثال ما این دایره رو بکشم این نقطه ای باشد این نقطه بی باشد اینی سی باشد و اینی دی باشد چارزلی چی داریم؟ A, B, C, D. چارز ای بی سی دی چارزلی رو ما داریم و شما دایره چی است داخل است. و بر زل, زل ای دی بر زل ای بی زل بی سی و زل سی دی چی هست؟ مماس هست درست هست؟ پس چی میگیم؟ پس میگیم به دایره میگیم دایره محاطی من این رکم راستر بکشیم کچ شده هست بشیم این را باید ادامه به این به این شکل میشه آلی سهی شد اینجا قد میکنه این بی هست سهیست؟ پس به این شکل هست پس چارزل ای, ای ای بی سی دی یک تا چی چارزلی چی است محیطی است چارزلی بیرون است دایره که داخل است دایره چی میشه محاطی پس دایره محاطی بگیم دایره ای که بر همه دایره ای که بر همه از لا چند چی باشد مماس باشد باید میگیم دایره چه دایره محاطی دایره محیطی چه بود دایره ای که از همه رأس های زلی عبور کند یا بگذرد به اون میگیم دایره محیطی فکر تو بوند باشه شاگرده شاگرد از دقت کنید دایره اگر بیرون باشد میشه محیطی اگر دایره داخل باشد میشه محاطی فهمیدید دیدی نه ده دا اینجا دایره بیرون است دایره میشه محیطی چارزلی داخل است چارزلی چی میشه میشه محاطی یا مرسوم ده اینجا چارزلی بیرون است پس چارزلی چی میشه محیطی و دایره داخل است دایره میشه دایره محاطی فهمید چرا خمس نه؟ خب پس ما دایره محاطی رو فهمیدیم اما یک نکته در دایره دایره محیطی مثلث خب یک نکته گفته بودیم مرکز دایره محیطی چی میشد نقطه تقاطع عمود منصف های سه تا اما اگر ما دایره محاطی یک تا مثلث بکشیم دایره محاطی یک تا مثلث پس دقت کنید مکتب دایره بکشیم دایره محاطی بکشیم مثلث فیس کمی کج است بعد من راست بکشم به شد اینجا مماس هست اینجا مماس هست و اینجا مماس ای باشد A، ای, ای باشد بی و ای باشد سی پس دقت کنید چاگرده عزیز یک تا مسلس داریم کشیدیم سهیست دایره محاتیشن کشیدیم دایره ای که بر سیزل چی باشد مماس باشد حال میخوایم بفهمیم که مرکز نمی دایره محاطی که داخل مسلس است در کجا قرار میگیره؟ آیا مثل از دایره محیطی میشه نقطه تقاطع عمود منصف ها میگیم نه خیر درست است؟ شما عمود منصف های از این اگر رسم کنیم عمود منصف نیم از این دقیقا نیست که در اینجا میشه سیست؟ این در اینجا تقریبا اینجا میشه هم دیگر قدم میکنن خواهی که مرکز دایره محاطی نیست مرکز دایره محیطی میشه اما مرکز دایره محاطی نمیشه نقطه که اگر ما و شما یک تا دایره محاطی برای مثلث داشته باشیم بخوایم مر... مرکز رو دریافت کنیم چی میگیم اگر ما و شما بیایم نصف زاویه یا چی نیمساز ثوز نیم های زاویه یعنی زاویه ما, رو... ما و شما رو به دو نیم تقسیم کنند نیم ثوز میفهمیم چی است ما و شما اگر یک زاویه داشته باشیم نیم از چی میشه یک تا نیم خط که این زاویه رو به دو نیم تق... مساوی تقسیم کنه یعنی زاویه ما و شما 30 درجه باشد اینجا 15 درجه ده 15 درجه به خط وسط نیم خط وسط میگیم نیم ساز نیم میکنه نیمساز نیم زاویه اگر ما شما نیم سازهای زاویه های داخلی مثلث ها بکشیم در یک نقطه هم دیگر قد میکنه اونم اون نقطه چی است مرکز دایره محاطی فهم پس چرا خم شده پس مرکز دایره محاطی چی است نقطه تقاطع نیم سازهای زاویه داخلی مثلث مرکز دایره محیطی چی است نقطه تقاطع عمود منصف های از لا مسلس پس بس نقطه بسیار نقطه مهمی است پس چه شد؟ ما شما اگر بیایم چه کنیم؟ نیمساز رسم نیمساز ساز دقیقا بدون این تقسیم کنه صحیح؟ یه هم بدونیم تقسیم میکنه یه هم بدون این تقسیم کنه دقیقا این نقطه هم نگره قد میکنه و او چیست؟ دقیقا مرکز چیست؟ مرکز دایره مواتی پس نقطه نقطه تقاطع پس من نوشته نمی کنم مرکز دایره محاطی مثلث دلخواه سیست پس چی میشه؟ نقطه تقاطع نیمساز های زاویه مثلث پس نقطه بسیار مهم بس است شد پس چی شد نکته بسیار مهم اگر ما و شما یک تا دایره محاطی مثلث داشته باشیم مرکز دایره چی میشه نقطه تقاطع نیمسازهای سازه های داخلی اما اگر دایره محیطی داشته باشیم چی میشه دایره محیطی چی میشه مرکز دایره محیطی میشه نقطه تقاطع عمود منصف های چی از لای مثلث فهمیدید درس قبل و درس امروز ما شما دایره مواتی فهمیدید چرا رقم شد دیگه نه پس دایره مواتی چی است دایره مواتی دایره است که بر همه از لای چند زلی چی باشد مماس باشد و در رابطه با دایره مواتی مثلث میتونیم بگیم مرکز دایره چی میشه مرکز او دایره مثل دقیقا نقطه تقاطع چی نقطه تقاطع نیمساز های زاوی های داخلی خب سوال شاگرد های عزیز اگر ما شما مسلس چی داشته باشیم؟ مسلس متساوی ازلا یعنی ستا زلش با هم برابر باشد نکته بسیار مهم است یک مسلس متساوی الازلا داشته باشیم دقیقا شما دایره محیطی و محاطیشه بکشید دقیقا چی میشه؟ مرکزهایش رو هم میفته یعنی چی هست؟ یعنی نقطه تقاطع عمود منصفه با نقطه تقاطع نیم ساز ها با هم دیگه روی یک نقطه میفته صحیح فکر تو نست دیگه نه پس شما خودتون در خانه بکشین در کتابچتون بکشین یک تا مثلث بکشید که زاویه ازو با 60 درجه باشد صحیح چون مثلث متساوی از دو هر چند است 60 درجه است که جمع چند شوه 180 و سه هم باید با هم مساوی باشد یک زل 5 سانتی متر دیگه هاشم باید 5 باشد صحیح خودت بکش در کتاب یک تا مثلث مو... چی بکش متساوی الاضلاع بعد بیا تو امون دایره محاطیش هم بکش دایره مح... دایره محیطی هم بکش دایره محاطی هم بکش مرکزاش دقیقاً رو هم میفته پس یک نکته بسیار مهم است در کدام مثلث مرکز دایره محاطی و محیطی دقیقاً رو هم میفته در مثلث متساوی الاضلاع فهمیدش رقم شد دیگه نه ای دایره معاتی رو ما و شما تعریف کردیم و مثال رو برای دایره معاتی مسلس هم نکته گفتیم دیگه نه پس معاتی و محیط رو فامیدی چی هست؟ فرقش دیگه محیط یعنی چی؟ یعنی بیرون پس اگر دایره بیرون باشد میشه دایره محیطی و چنزلی اگر داخل باشد او چی میشه؟ چنزلی محاتی یا چنزلی مرسوم هم بهش گفته میشه اگر دایره داخل باشد دایره میشه دایره محاتی و چنزلی که بیرون است چنزلی چی میشه؟ محیطی میشه سعی سوام که چی هست نه؟ پس من تیک مارک میکنم ای دایره چی مهاتی اما عنوان دوم ما و شما که امروز میخوانیم خصوصیات چهارزلی مرسوم به دایره مرسوم یا مهات است دیگه یعنی چهار داخل دایره هست. است سیس دایره ما و شما چی میشه دایره بیرون است دایره محیطی میشه آفرین سیس پس میرم سر تخته ما یک دایره محیطی میکشم یک چهار هم میکشم چهار داخل دایره میکشم سیس و ببینیم چه خصوصیات دارد و چند نکته در آخر میگیم بعد خلاص میشه خصوصیات چهار ضلعی مرسوم به دایره یعنی دایره ما شما چی است محیطی است من یک دایره محیطی میکشم و یک چهار ضلعی دو رسم میکنم به عنوان مثال دایره ما شما باشد این هم چهار ما شما باشد ای, ای باشد این نقطه بی باشد نامش و این نقطه نامش سی باشد و این نقطه نامش دی باشد چهارزلی زلی چی مرسوم یا مهات به دایر است صحیح است دایر ما شما چی است محیط است محیطی بیرون است خب چه خصوصیات دارد یک تا قضیه در رابطه با این میگیم و در آخر چند نکته میگیم قضیه چی میگه میگه اگر ما شما یک چهار مهات محات دایره یا مرسوم به دایره داشته باشیم پس یک قضیه قضیه رو میگه اگر یک چهار مهات به دایره یا محیط یا, یا چی مرسوم به دایره داشته باشیم یعنی زاویه A با زاویه C زاویه مقابلش یعنی زاویه A جمع زاویه C میشه 180 درجه یعنی مکمل هم هستند صحیح جمع شدن 180 درجه زاویه A با زاویه C زاویه B جمع زاویه D این هم 180 میشه پس نکته همیز قضیه همی رو میگم اگر ما و شما یک تا چهار زلی چی داشته باشین مرسوم به با دایره یا محاد به دایره یعنی چارزلی داخل باشد دایره ما شما محیط باشد بیرون باشد گفته که شما باید ثبوت کنید که زاویه A جمع زاویه C میشه یک سد درجه یا زاویه B جمع زاویه D تا زاویه B جمع زاویه D یه هم چند میشه؟ یک درجه باید ثبوت کنید. این قضیه است خب ثبوت میکنیم پس ثبوت ثبوت از بسیار آسان است دقت کنید من میگم که زاویه E چقدر عزیز من اولش ثبوت میکنم دومش خودت ثبوت کن دیگه سعیست خودت در کتاب چه در خانه ثبوت کن زاویه ای آه زاویه آی زاویه E من شکلش میکشم زاویه E نیست دیگه زاویه E ما و شما منظر ما و شما اینی زاویه است یعنی که کشیده بینید زاویه چه زاویه ای است زاویه ای آ یک زاویه محاطی است یا نه زاویه محاطی ها تو نیست که زاویه که رأسش چه بود روی خود دایره باشد و از لای چی باشد و های دایره باشد و چی میشد میشد قوس مقابل تقسیم بر دو پس زاویه ای ما شما یک تا زاویه چی است محاطی است پس قوس مقابلش از B تا D ان قوس دیگه میشه B C دی پس میشه چه زاویه ما شما اکتا زاویه مواتی است پس میشه قوس بی سی دی تقسیم بر دو سهیست؟ این زاویه چه زاویه ای است دیگه خب زاویه چه از سی رو خواستیم دیگه ای خواست سی زاویه سی زاویه سی یک زاویه چه است یک زاویه مواتی است زاویه سی این است دیگه دقت کنید این زاویه سی هست، این زاویه سی هست. یک تا زاویه مواتی است پس این هم چی میشه قوس مقابل تقسیم به دو قوس مقابل چی هست میشه بی ا ای دی این قوس مقابل میشه پس زاوی سی ما و شما چی میشه میشه بی قوس بی A تقسیم به دو پس نوشته میکنم قوس بی ا دی تقسیم بر دو صحیح است؟ تا زاویه چی هست حال هست حالی رو باید با هم جمع کنیم خب جمع کن زاویه ا جمع زاویه سی پس میشه به جای ا میتونیم این قوس بونیم دیگه پس بی سی دی قوس تقسیم به دو جمع به جای سی هم چی میوانم بی ای دی بی ای دی قوس بی ای دی تقسیم به دو خب مخرج های ما و شما که دو است یک از مخرج ها رو نوشته میکنه صورت ها باید, باید چی شود جمع شود پس این مفاهیم میشه مخرج دو رو نوشته میکنیم پس چی میشه بی سی دی بی سی دی قوس بی سی دی جمع قوس بی ای خب چی میشه شاگردای عزیز مخرج ما و شما دو است بی سی دی بی سی دی جمع بی ای دی میشه بی ای این قوس با این قوس کلش جمع کنیم چی میشه یک تا دا دایره کامل میشه کل دایره است دیگه نه یک دایره کامل چند درجه است آفرین بگید 360 درجه آفرین پس این چند میشه 360 درجه میشه 360 تقسیم به دو مساوی است با 180 درجه پس در نتیجه ای جمع سی زاویه جمع زاویه سی چند میشه 180 درجه میشه پس این بسیار نکته مهم است که قاضی امیر گفته بود من ای جمع سی رو ثبوت کردم خودت بی جمع دی رو باید ثبوت کنی آسان است دیگه نه بی جمع دی باز دوباره دقیقاً مشابه میسته بی و دی اردوش چی است زاویه محاتی است میشه قوس مقابل تقسیم به دو که به این میشه پس چی شد خصوصیات چهار مرسوم به دایره یعنی دایره ما و است یک چهار داشته باشه نکته شمیست. که زاویه های مقابل با هم چی میشه جمعشان یکصد میشه اردوش نوید نیست دو. یه مثلا یکصد درجه باشه یک درجه, باشه درجه باشه. با مثال او درجه چند است که فهمید چی رقم شد دیگه پس قضیه رو چی شد گفتیم خب من تختر پاک میکنم ولی چند نکته ما در رابطه با چند زلی میخوام برات بگم شاگردای عزیز من چند نکته برات میگم و درس ما و شما امروز خلاص میشه و اون نکته چی است ما و شما اگر یک چند زلی داشته باشیم به با عنوان مثال 5 زلی 6 زلی 7 زلی فرق کنه من 6 زلی میکشم به یک دو سه چار پنج شش خیست می باشد A B C D E و F خیست یک شش زلی است دیگر درست است یک شش زلی چند تا رأس دارد؟ شش تا دا دارد شش تا دا دا زل دارد و شش تا دا رأس دارد زل ما چی است؟ A ذل زل است دیگر نه B C زل است C D D E E F و A F یا F فرق نمی تست اینا چی هست زلای ما و شماست یا ببین میگم شش زلی چند تا رفت داره شش تا ای بی سی دی ای ایف، یک ای 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 دو سه چهار پنج شش پس ده زلی چند تا رفت دارد؟ ده تا چند تا زل دارد؟ ده تا فهمیدید دیگه نه خب زل چی هست زل تعریفش به این شکل است که دقت کنید شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید نکته بسیار مهم است ما ر ای او بی ای دو ها های مجاور یعنی با یک زل به هم وصل شده بی و سی چی مجاور است یعنی با یک زل با هم دیگه رفت آیا دی و ای مجاور است میگیم نخیر چون زل بینشان نیست درست هست دی و ای مجاور نیست فهمید چرا رقم شد دیگه نه؟ پس زل های پارخطی که می میگیم پارخطی که دو رأس مجاور به هم وصل شده و او چی میگیم میگیم زل ای. اما پارخطی که پارخطی که دقت کنید دو زل غیر مجاور با مثال ای و سی ای وسیره ما بین یک پاره بکشیم با اون میگیم قطر چند زلی فهمید پس چرا خم شد قطر چی است پاره که دو رأس غیر مجاوره به هم وصل کند سیست پس ما و شما قطر بکشیم مثال یک تا قطر دارد درست است دو سه تا از ای میتونم سه تا قطر بکشم از بی چند تا قطر میتونم بکشم از بی یک دو سه تا قطر میتونم بکشم سیست از سی چند تا قطر میتونم بکشم از سی هم سه تا میتونم بکشم دیگه نه یک تا که به کشیده یک تا به اف و یک تا به ای سه تا قطر کشیدم از دی چند تا قطر میتونم از هر کدام سه تا قطر میتونم بکشم دیگه به کنید یک تا به بی کشیده به ای کشیده به اف باید بکشم از ای چی از ای هم سه تا قطر میتونم بکشم که از ای به سی کشیده است به بی هم کشیده است به ای هم کشیده است و از اف هم چی از تا که است پس تمام قطر از زیر کشیدم خب شاگرد عزیز چرا سه تا قطر میتونیم بکشم؟ چون چند زلی شش زلی چند تا رف داریم شش تا رف داریم دانان مثال از چند تا قطر میتونیم بکشم سه تا چرا چون دقت کنید شاگرد عزیز چون ما چند تا غیر خودش چند تا رف دیگه دارد پنج تا رأس. چون شش زلی دیگه نیست شش تا رف داریم غیر خودش پنج تا و دو تا یک کنار که خود مجاور است با اون دو وصف کنیم که چی میشه میشه زل ما دیگه پس چند تا رف دیگه میمونه سه تا رف دیگه سه از غیر مجاور پس از ا به سه میتونیم بکشیم سه قطر میشه صحیح پس از ا سه تا قطر میتونیم بکشیم از بی سه تا قطر از سی سه تا قطر چند تا رفت داریم شش تا سه شش از هر شش تا سه تا قطر میتونیم بکشیم پس میشه سه شش هجده تا قطر میتونیم بکشیم ولی ولی نکته چی است هجده تا قطر داریم به شرطی که عالی از ای بدی قطر کشیدم از دی به ای هم قطر کشیدم میشه دیگه یک بار دیگه باز شمار میشه پس تقسیم بر دو هم باید بکنیم چون قطر که بین اودی و دی است یک تا سه که فرق نمیکنه ما, ما اگه ضرب کنیم بگیم از این سه تا از این سه تا از این سه تا هر قطر دو بار شمار کردیم پس یک تقسیم بر دو هم باید داشته باشیم پس تعداد قطرهای از چی میشه تعداد قطرها مساوی است با چند شد شد سه ضرب داره. یا بگیم 8 6 ضرب داره سه به این شکل بهتر است چند تا رفت داریم 6 تا دا. زب در چه اثر کنیم چند تا میتونیم قطر بکشیم سه تا چون خودش که از شش تا خودش که چه پنج تا راست دیگه میمونه دو تا دیگهش مجاور است که اونا زول حساب میشه و سه تا غیر مجاور میمونه اونا قطر میشه پس شش زب در سه تقسیم به دو چون هر قطر ما دو حساب میکنیم در این فرمول سه شش 18 18 تقسیم بر دو چند میشه نو میشه پس شش زلی ما و شما چند تا قطر دارد نه تا قطر دارد صحیح ده زلی چند تا قطر دارد نقطه. پس ما هم یک فرمول جور کنیم دریافت کنیم تعداد قطره ها پس تعداد قطره های یک یک تا انزلی حال 10 زلی 5 زلی 20 زلی باشه ما اون نام تعداد زلا رو n میمانیم. پس تعداد قطره های تعداد قطره های n زلی 6 nmotion یک عدد متناچی باشد بتونه 10 باشد 20 باشد فرق نمیکنه. کنه فرمولش به این شکل میشه دقت کنید شاگردای عزیز این زل است صحیح به عنوان مثلا چه شش زلی داریم خودش و دو تا زل مجا... دو تا رأس مجاور که میمانیم کنار پس چند تا دیگه میمونه از شش تا سه تا کم کو دیگه خودش و دو رأس مجاور میمانیم کنار صحیح است و دیگار رسمون قطر میشه پس این منفی سه صحیح سه تا خود خودش و دو رأس مجاور کنار میمانیم منفی میکنیم پس میشه این منفی سه تقسیم بر دوام که داریم چون گفتم هر قطر دوباره حساب میشه صحیح پس تعداد قطرها یک انزلی از فرمول چی میشه میشه n منفی 3 تقسیم بر دو با مثال تعداد قطرها یک ده چند میشه میشه ده منفی 3 صحیح یعنی 10 منفی 3 چند میشه ده منفی 3 البته دقت کن عزیز یک تا n هم باید ضرب کنیم ما چرا چون ما اگر 3 تا کم کردیم دیگه در تعداد از چند تا بود 6 تا بود پس میشه n منفی 3 ضرب در n بعد تقسیم بر 2 میکنیم این منفی سه در این تقسیم بر دو چون انزلی, انزلی ما شما این راست دارد چند تا قطر میشه از او خودش و دو راست مجاور کنار میمانیم از هر کدام از او چند تا میشه این منفی سه تا میشه پس چند تا راست داریم این تا پس میشه این منفی سه زب در این تقسیم به دو حال ده زلی چند تا قطر دارد میگیم ده منفی میشه هفت به جو هم خودش ده است دیگه هفت زب داره ده میشه هفتاد تقسیم به دو میشه سی و پنج تا پس ده زلی ما شما چند تا قطر دارد؟ میشه سی و پنج تا قطر این فرمول شد این منفی زب در این تقسیم بر دو سیف پس این چه از فرمول تعداد قطر های یک تا این زلی آلی دقت کن چه عزیز اگر سوال به ما شما اید بایی تو بگه که ما یک تا شش زلی داریم من شش زلی باند بکشم در اینجا دوباره همی شش زلی رو بکشم یک دو سه چار پنج شش A, B, C, D, E, F سا. و ما شما بگه که مجموع زاویه های داخلی چند درجه میشه یعنی من زاویه ای را با زاویه B با زاویه C زاویه D E و F کل اینا جمع کنم چند درجه میشه یه گفته سوال با گفت دریافت کنیم من چی کار میکنم به میکشم نکتر به میگم دقت کنید من از رأس می‌خوام چند تا مثلث جور کنم چند تا مثلث جور کردم میتونم؟ از ای همین قطرش رو رسم کنیم. قطرش رسم کنیم یک تا مثلث میشه A B C این یک تا مثلث است. صحیح است؟ بعد دی رسم کنیم چی میشه؟ اینم یک تا مثلث میشه A D C یا A C D فرق نمی‌کنه. و اینم رسم کنیم چند تا مثلث شد؟ یک دو سه 4 تا مثلث جور شد. صحیح است؟ 4 تا مثلث جور. حالا هر مثلث مجموع زوایای داخلی چند درجه است؟ 180 درجه. پس چی میشه؟ مجموع مجموع زاویه های داخلی یک شش زلی چند شد؟ شش زلی ای. به این میشه دقت کنید جواب چند شد؟ گفتیم چند تا مسلف شد؟ یک دو سه از یک رفت تعداد قطرها رفت میکنه دیگه تعداد قطرهاش رفت میکنه چند تا مسلف میشه؟ چهار تا مسلف میشه پس چهار تا مسلف زبدر هر مسلف هم یک سد اشتاد درجه سیست میشه چند؟ هفت سد و 20 درجه درست است چون 300 دو, دو, تا 100 360 دو میشه 720 درجه صحیح است درجه پس چند شد مجموع زوای داخلی یک شش ریلی میشه 720 درجه درست است چون دو تا 100 میشه 360 با 360 میشه 720 درجه صحیح پس به این شکل ما جور میکنیم میگیم که اگر یک تا 10 زلی داشته باشیم چند تا مثلث جور کردن میتونیم دقت کنید شاگرد عزیز یک تا فرمول داریم اگر ما و شما یک تا شش زلی داشتیم چند تا مثلث شد یک دو سه چهار اگر ده دا زلی داشته باشیم هشت تا مثلث جور میشه چون هشت تا قطر میتونی از یک راست هشت تا قطر میتونی رفت کنی. سهیست؟ یک دو سه هفت تا قطع میتونی رفت کنید ولی هشت تا مثلث میشه نگاه کنید در اینجا سه تا قطر تانیستیم رفت کنید ولی چهار تا مثلث شد پس فرمولی است اگر یک ما شما یک تا انزلی داشته باشیم چند تا مثلث از یک رأس اگر میتونیم جور کنیم بگیم که n منفی دو پس تعداد مثلث ها پس تعداد مثلث ها از یک رأس فرمول شیف n منفی دو سیست پس این نکته بسیار نکته مهمی است یک تا ده اگر داشته باشیم چند تا مثلث میتونیم جور کنیم از یک رأس ده منفی دو میشه 8 تا مثلث آل این مجموعه زوای داخل یک ده زلی چی میشه 8 تا مثلث ضرب در 180 می چون هر مثلث چی است 180 درجه است دیگه نه 8 ضرب در 180 حساب می میشه مجموع زوایای داخلی یک ده زلی سعی فهم چرا هم شد دیگه نه پس نکته تعداد قطره فرمول شفت تعداد قطرها یک انزلی میشه این منفی سه زب در این تقسیم به دو تعداد مسلس که میتونیم از یک رست جور کنیم چیست این منفی دو میشه صحیح است اگر از ما شما بخوایم مجموع زوایای داخلی یک انزلی اما تعداد مثلث هایی که دریافت میکنی امیر زب در 180 میکنی چون هر مثلث 180 درجه است و جمع میکنی جواب آخر رو دریافت میشه دیگه مجموع زوایای داخلی یک انزلی میشه سایست. و نکته آخر نکته آخر نکته آخر چی است میگیم که اگر یک چند زلی تمام زل های از او با هم مساوی باشد و تمام زاویه های از او هم با هم مساوی باشد صحیح است اون میگیم چند منظم یا منتظم هم گفته میشه پس چند منتظم تعریفش چی است چند که تمام زل های از او با هم مساوی باشد تمام زاویه از اون با هم مساوی باشد به با عنوان مثال این چند زلی ما منظم است میگیم نه خیر چون اینی زل ای, با زل ای بی مساوی نیست صحیح چهار منظم نامش چی است بگین آفرین مربع مربع چهار تا زلش با هم برابر است و زاویهش هم چند است هر چهار زاویه 90 درجه است آیا هر مثلث دلخواه یک سزلی منظم است میگیم نه خیر چون ما مثلث میتونیم هر جور رقم بکشیم اما اگر مثلث ما و شما متساوی الاضلاع باشد یعنی سه تا زلش با هم برابر باشد سه تا زاویهش هم 60 درجه باشد میشه چی سه منظم فهم نشه رقم شده که باز در رابطه با چند زلی های منظم درس بعدی ما و شما بسیار بیشتر صحبت میکنیم سیست پس فقط همه قد گفتم که چند زلی منظم چی است سعی شد خب شاگردای عزیز و گرامی پس خصوصیات چی است چهار زلی مرسوم به و چند نکته در رابطه با چند زلی ها رو برای شما گفتیم و تشریح کردیم مثال براتون زدیم سعی پس این هم از عنوان آخر ما و شما در درس امروز اما بحث کارخانگی کارخانگی چی هست؟ گفتیم تمرین های صفحه 42 و 44 کتاب حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساب نمبر چند است 20964 780 255 40 میتونید به ما روان کنید درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی پایان جلسه چهارم شاگرده عزیز ماده نباشین بخیر باشین خدا آفستان.